قبل از اینکه نرم افزار کالر رو باز بکنیم این نکته رو من خدمتتون بگم که نرم افزار کالر به صورت پیش فرض به سه تا فولدر نیاز داره یه فولدریه که شما توش میتونید پروژه هاتون و در واقع فایل های سیف شده یک نرم افزار کالر رو بریزید یک فولدر دیگه که کالر اون رو به اسم مدیا میشناسه و شما شات هایی که میخواهید کالر کرک کنید نماهایی که میخواید اصلاح رنگ کنید رو معمولا توی اون میریزید و یه فولدر دیگه وجود داره به اسم رندر که فایل هایی که کالر میخواد خروجی بگیره رو توی این فولدر میندازه این به این معنی نیست که شما حتما باید یه فولدر روی دسکتاپتون درست بکنید و حالا یا هر جای دیگه که دوست داشتید و این سه تا فولدر رو توش ایجاد بکنید اما این نحوی کار خود نرم افزار کالر هست به صورت دیفالت شما توی دایرکتوری هومتون یعنی در واقع توی یوزرز حالا اسم اون یوزری که دارید توی داکیومنتس یه کالر داکیومنتس دارید که همونطور که شما اینجا میبینید یه فولدر مدیا و یه فولدر رندرز اینجا وجود داره پروژه های شما توی همین فولدر کالر داکیومنت سیف خواهند شد ممکنه شما بگی که خب حالا من با این شات هایی که اینجا آوردم کار دارم مثلا من دارم توی تدوین ازشون استفاده میکنم جای دیگه ای توی هاردم درگیر هستن و نمیخوام حتما کپیش بکنم توی فولدر مدیا خب این کاملا درسته و نیاز نیست شما حتما این شات ها رو دوباره کپی بکنید توی این فولدر اما من بهتون توصیه میکنم اگر از نرم افزار کالر فقط میخواید به عنوان خروجی استفاده بکنید یعنی به طور مثال تدوینتون تموم شده و شات هاتون رو جدا دارید و میخواید کالر کورکت بکنید بعد نیست اونها رو توی فولدر مدیا کپی بکنید برای اینکه مدیریت کارتون راحت تر بشه این توی خود کار نرم افزار کالر تأثیری نمیذاره اما این فولدر رو رندر چطور طبیعتا از اونجایی که شما به هر حال بعد از کالر خروجی بگیرید و این خروجی رو براتون توی فولدری بذاره قطعا جایی رو توی هاردتون جای رو توی فولدر ایجاد بکنید و این فولدر رو رندر رو توش بذارید یا حالا میتونید به اسم رندر هم نباشه میتونه مثلا به اسم مثلا خورو چی باشه یا حالا هر اسم دیگه که خودتون دوست دارید مسئله مهم اینه که ای شما یه فولدر رو برای کالر باید بر تعیین بکنید که فایل های خروجیش رو اون تو بریزه اگر این کار رو نکنید همونطور که گفتم توی کالر داکیومنتس توی فولدر هومتون داکیومنتس و کالر داکیومنتس و توی رندرز به صورت پیش فرض این خروجی ها رو به شما ارائه خواهد کرد خب با این صحبتی که شد ما نرم افزار کالر رو باز میکنیم و بعد از اینکه نرم افزار کالر باز میشه یه همچین تصویر رو شما میبینید میگه میخوای یه پروژه رو باز بکنی یه فایل سیف شده رو یا نه میخوای اصلا یه فایل جدید درست بکنی من چون میخوام یه فایل جدید درست بکنم من از اینجا میام توی هوم دسکتاپ همونطور که شما دیدید من توی دستاپ هم یه یعنی فولدر برای این کار درست کردم به اسم کالر این فونت فارسیه در واقع که نمیتونه تشخیص بده اجازه بدید من عوضش بکنم که نورسور کالر هم از این حالت در بیاد مثلا من به جای اکس خروجی میزنم اکس پورت. یا حالا هر اسم دیگه که دوست داشتید خب من بعد یه اکسپورت خب یه مقدار هنوز مونده توی ذهنشون اتفاق قبلی ولی خب اشکال نداره من میام توی پراجکت و این پروژه رو به اسم رادان کال کورکشن سیو میکنم و شما اینترفیس کالر رو میبینید شاید اولین چیزی که اینجا شما نظرتون رو جلب کنه این قسمت و این تب های زیادی که اینجا هستن و این 5 تا تبی که این پایین هستن اصولا کار کردن با نفسار کالر خیلی راحته و شما خیلی سریع و راحت میتونید باهاش اخت بشید اولین چیزی که شاید توی این پنجره ها نیاز باشه تنظیمش بکنید این یوزر پرفرنس شماست همونطور که شما اینجا میبینید اگر توی بخش قبلی خ... خاطرتون باشه خدمتتون گفتم که اگر شما نرم... مونیتورتون از یه رزولوشنی کوچیک‌تر باشه پالت هاتون ممکنه داخل همدیگه برن این اتفاقی که الان بر من اینجا افتاده با وجودی که من رزولوشنم 1680 داده چون رزولوشن پیشنهادی کالر 1920 همونطور که شما اینجا بینید چند تا از اینها داخل همدیگه دیگه البته این توی کیفیت کار توی اتفاقی که توی کار میفته هیچ تأثیری نداره فقط ممکنه مثلا تغییر این عددها براتون یه مقدار سخت باشه همونطور که خاطرتون هست من بهتون گفتم که دایرکتوری پروژه میتونید شما درست بکنید که من از اینجا میام باز توی هوم دسکتاپ کالر پروجکت رو انتخاب میکنم برای مدیا یا همون ورودی هام دسکتاپ کالر مدیا رو انتخاب میکنم باز مدیا تون هم میتونه هر اسم دیگه ای داشته باشه و برای خروجیم همطور که خاطرتون هست هوم دسکتاپ کالر و اکسپورت از حالا به بعد دیگه من مطمئنم که فایل هایی که من توی کالر خروجی میگیرم توی این فولدر میاد و وقتی سیو میکنم توی این فولدر میاد همونطور که گفتم مدیا هم بهتره که تنظیم بکنید اگر این کار رو نکنید هم اتفاق خیلی ناجوری نمیافته تنظیماتی که اینجا شما میبینید بعدا در موردش به صورت خیلی جزئی میگم ببخشید به صورت خیلی دقیق توضیح داده خواهد شد اما نکته دیگه که شما نیاز هست که تغییر بدید به غیر از این ستا عنوان بالا توی پراجکت ستینگتون تنظیماتی که برای پروژهتون میخواید انجام بدید این تنظیمات فوقالعاده مهمه فریم ریت شما که من اینجا چون میخوام با سیستم پال کار بکنم 25 میذارم اندازه رزولوشن شما که باز چون من میخوام پال کار بکنم 720 خروجی رو به شما به صورت فایل کویک تایم بده به صورت فایل سینیون یا دی پی اکس بده که من روی کویک تایم میذارم آن کامپرست باشه بدون کمپرسور 10 بیت یا 8 بیت یا اپل پرورز 422 های کوالیتی اپل پرورز کدک فوق العاده تله. اگر لاسکاتون رو اگر معذرت میخوام فایلتون رو بعد از خروجی گرفتن میخواید توی پی سی ببرید میخواید جواب ببرید که از طریق فیلم پرینت خروجی ازش بگیرید یا هر چیزی شاید بهتر باشه که از آن کامپرست 8 بیت استفاده بکنید یا اگر دارید 10 بیت کار میکنید از 10 بیت استفاده بکنید همونطور که شما میبینید اینجا نوشته 422 و اپل پروز 422 که در مورد این 422 هم یک توضیح کوچیک خدمتتون خواهم داد پس توی تب ستاپ User Preference تنظیم این عنوان Project Setting و تنظیم این ست عنوان این دوتا عنوانی هم که شما این بالا میبینید کاملا یه چیز پیش فرض کالریست کسی که داره این کالر کورکت میکنه مثلا امیر عزیزی یا شرکتی که مشتری شماست که مثلا من اینجا میزنم رادان مک سیو میتونید بکنید شما کارتون رو و یا با زدن کامند اس و حالا اگر من این بار کالر رو ببندم و دوباره کالر رو باز بکنم شما اینجا میبینید که به صورت دیفالت دایرکتوری یوزرز ام تی دسکتاپ کالر و پراجکتس برای من باز شده اگر من بخوام این فایل رو انتخاب میکنم شاید یه مقدار ظاهرش غلط انداز باشه این فولر نیست در واقع یه فایله و اوپن رو میزنم و همونطور که شما میدید تنظیمات من با همون چیزهایی که بودن لود میشن خب این هم از تنظیمات قبل از اینکه بخوایم با کالر کار بکنیم